نسرین را آزاد کنید هشتگی که طوفانی در توییتر به راه انداخت در این حرکت نمادین کاربران توییتر در اعتراض به زندانی بودن وکیل و فعال حقوق بشر خانم نسرین ستوده خواستار آزادی وی شدند همه میدانیم که نسرین ستوده باز هم در اعتراض به این بیداد دست به اعتصاب قضا زد و میدانیم که کم نیستند زندانی های بانام یا گمنامی که در زندان هم دست از مقاومت مدنی بر نمی همه می دانیم که آنها با رویای فردایی روشن برای ایران و ایرانی است که این همه سختی را به جان خریدند و می خرند. عمدن این کارا رو میکنن که بدونیم تحت بدونیم بمون هستن نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر که در زندان به سر میبرد از بامداد 21 مرداد دست به اعتصاب قضا زده است دلیل اعتصاب قضای او اعتراض به شرایط ناعادلانه زندانیان سیاسی است او در نامه ای از زندان اوین که بامداد 21 مرداد ماه در صفحه فیسبوک همسرش منتشر شد ادامه حبس زندانیان سیاسی را در شرایطی که او از آن ظالمانه یاد می کند غیر ممکن دانست. محمد مقیمی وکیل خانم نسرین ستوده در سوم شهریور ماه با انتشار پیامی توییتری از وضعیت بد جسمانی وی در اثر کاهش شدید وزن و فشار و قند خون خبر داد. ممنوع خروجی دختر خانم ستوده مهراوه خندان و بازداشت وی در روز 27 مرداد خانم ستوده را مسرتر در ادامه اعتصاب قضا کرده است. بازداشت دخترمون با اون وضعیت و تشکیل پرونده او رو مصمم کرد که اعتصابش رو ادامه بده در نتیجه درخواستهایی که همکارانشون و یا افراد دیگری که در قالب نامه های گروهی یا شخصی درخواست کردن تا حالا نپذیرفته چون اقدام در حد امنیت ملی بود که تمام خانواده های ایرانی این نگرانی رو میتونن داشته باشن که به راحتی یک عالم نیروی امنیتی بریزن داخل خوناشون بی دلیل بچه اینا رو بیرون در محاکمه مطلقا ناعادلانه به حبسی سنگین محکوم شدن نسرین ستوده در طی سالهای فعالیتش وکالت بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی را بر عهده داشته از جمله شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و امید معماریان روزنامه نگار به پاس فعالیتهایش مورد تقدیر مؤسسات خارجی قرار گرفته است از جمله دریافت جایزه آزادی بیان ساخروف از طرف پارلمان اروپا و دکترای افتخاری از دانشگاه یورک you آمریکا you و دانشگاه کوینز کانادا نسرین ستوده وکالت تعداد زیادی از دختران انقلاب را نیز بر عهده داشته است زنانی که به هجاب اجباری اعتراض کرده بودند او همچنین علیه اعدام کودکان نیز سالها به مبارزه پرداخته است بهترین راه نسرین ستوده خورداد ماه سال 98 به زندان منتقل شد او بر اساس اتهاماتی مانند تبانی علیه امنیت ملی نشر عکازی و تشویش اذهان عمومی و اهانت به مقامات ارشد حکومت ایران به 33 سال حبس و 148 سر به شلاق محکوم شده است اما بر اساس قانون مجازات اسلامی 12 سال از این حکم اجرا می شود قوه به سازمان زندانها یا هر نهاد دیگری که وابسته به این تشکیلاته هیچ گونه اقدامی رو نمی‌پسندم و پیگیری نمیکنن پاسخ نمیدن در نتیجه نه ما و نه وکلای ایشون هیچ اقدامی عملا نمیتونیم انجام بدیم ما در مورد مسدودی حسابای ایشون یا هر نوع مشکلی که وجود داره در مورد مرخصی یا آزادی مشروط و یا هر اقدام دیگری هر جا مراجعه می‌کنیم هیچ کس هیچ پاسخی نمیده. مکاتباتی هم که همسرم اونجا داشته تا حالا یک بار حتی جواب منفی به یه موردش هم ندادم و اساسا خودشونو در موضع پاسخگویی نمیدونم شیوع بیماری کرونا و وضعیت بد جسمانی خانم نسرین ستوده به دنبال اعتصاب قضای وی بسیاری از کنشگران سیاسی و مدنی را نگران کرده است بهتره که حرفای منو تو فیلم نظری مهران کریمی رادیو فردا بیشتر از این مزاحم فیلم سازید میشن خدا حافظ